بخش چهارم کتاب جعبه سیاه، مکالمه های بین من و بازجویم، اثری از بهروز چمنارا با صدای سروا. جعبه سیاه. عصر روز سوم، قاضی شعبه اول به نام نقی‌زاده که جوانی است ترک زبان و آراسته برای تفهیم اتهامم آمده است. همان قاضی است که در دادسرا با ملاقات داشتیم و ما را به بد موکول کرده بود. رفتارش مثل رفتار آن روز نیست. سرد برخورد می کند. این اولین و آخرین باری است که در اینجا با چشم باز با کسی حرف می زنم. دو برگه اتهام جدا می نویسد. یکی با عنوان اجتماع و تبانی علیه نظام و دیگری اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه های غیرقانونی و تشویش اذهان عمومی. قبلا یکی از وکلایم گفته بود در برگه تفهیم اتهام باید صراحتا نوشته شود داخل گیومه به اتهام مورد نظر اعتراض دارم و در جای خالی مخصوص عبارت داخل گیومه وثیقه خط معرب کفالت لازم را دارم نوشته شود. در این صورت قاضی حق بازداشت نخواهد داشت. من هم همین کار را می کنم و برگه ها را تحویل می دهم، اما بازداشت ادامه دارد. تقاضای دیدار با وکیل می کنم. قاضی تبسم می کند و می رود. کیایی هم جوابی به من نمی دهد. تا پایان بازجویی در 13 آذر هیچ گونه دسترسی حقوقی چه به صورت تلفنی و چه حضوری ندارم. می دانم این خلاف قانون و نمود عینی خشونت است. می دانم فعلا صدایم به جایی نمی رسد. اما حقم را می خواهم. همین چند روز پیش مقاله ای از کارل اشمیت در باب خشونت در نظریه سیاسی را خواندم. خشونت درد و رنجی است که بر جسم یا روان انسان وارد می شود. چنان که پیداست در نظام های دموکراتیک پدیده های خشونت از افراد سلب و تنها در قانون تجلی پیدا می کند. در حالی که در نظام های سیاسی دیکتاتوری این فرد محکوم است که ورای قانون قرار می گیرد. بنابراین خشونت ابزاری است که تنها در قبضه قدرت اوست. فرد در جهان دیکتاتوری هر لحظه و هر کجا انتظار رویارویی با خشونت را دارد. چیزی به نام امنیت وجود ندارد، چرا که تغییر در امیال حاکم منجر به تغییر در قوانین شده و تغییر در قوانین یعنی تغییر در چگونگی و چرایی تحمیل خشونت بر فرد. وقتی در سلول و در برابر قانون قرار می گیرید، می توانید انتظار داشته باشید نیروی قانونی به نام وکیل از شما در برابر خشونت قانون محافظت کند. اما در همان شرایط، اگر وکیل را حذف کنید، یعنی نه در برابر قانون بلکه در برابر حاکم و ابزارهای کامل خشونت او قرار گرفته اید. این به معنای آن است که باید احتمال رویارویی با هر گونه خشونت را داشته باشید. این احساس رویارویی با خشونت حاکم تولید رنج می کند. رنجی که بر روح و روان آدم سایه می اندازد. این رنج و احساس خشونت تمام فضاهای فیزیکی مانند بازداشتگاه، اتاق بازجویی و سلول، بازجویان، ادبیات آنها و هر آنچه ممکن است پیشایت را در ذهن فرد بازداشت شده داخل گیومه قانون زدایی یا به عبارت دیگر داخل گیومه مشروعیت زدایی می کند. در برابر این وضع از انسان بازداشتی در ذهن کارگزاران دستگاه امنیت داخل گیومه انسان زدایی می شود. بنابراین به راحتی از حقوق او صرف نظر می شود. شکنجه روانی یا فیزیکی می شود و یا با پرونده های قضایی به همکارانش در دستگاه قضا سپرده می شود. به عنوان بازداشتی این وضعیت را به تمامی درک می کنید که شما یک قربانی مغلوب دستگاهی بزرگ از خشونتید و هر لحظه در معرض تبدیل رنج و خشونت روحی به رنج و خشونت فیزیکی قرار دارید. روز سوم بازجویی مرا به طبقه منهای یک میبرند. راهرویی که تعداد زیادی اتاق بازجویی دارد. اتاقها عموماً پرند. یک اتاق بازجویی خالی پیدا میکنند. اتاقی نسبتاً کوچک با دوربینی نصب شده در گوشه روبرو که در آن یک تخت کثیف سربازی با فنرهای در رفته و چند دستبند. جای لباس پاره شده و لکه های خون است میبینیم
به نظر می رسد کسی را اینجا به تخت بسته و شکنجه کرده باشند. شاید برای ترساندن من است. من روش خودم را حفظ می کنم. منتقد می مانم. نقد من به اصل نظام است. کیایی انگار تازه از خواب بیدار شده است. گوشی و لپتاپم را همراه آورده است. پشت سرم می نشیند. طبق معمول سعی می کند مؤدبانه برخورد کند. خب آقای دکتر، چه خبر؟ خبرها که پیش شماست. مشهور شدید برای خودتون با پوزخندی از سر قدرت. بی بی سی و اینترنشنال و وی او ای دم به دقیقه از شما میگن. دانشگاه کردستان سر زبون هاست. چه جالب. پس مشهورم کردید. خیلی ممنونم واقعا. من که صدام به هیچ جا نرسید. شما صدامو رسوندید. ببینید چه شیطنت هایی که نمی کنند. گفتند استاد دانشگاه ما رو بودند. آقای دکتر، شما اینجا بهتون سخت میگذره؟ شکنجه شدید؟ جای گرم و غذای خوب در کمال ادب و احترام باهاتون برخورد شده. اینجوری نیست؟ چای میل دارید؟ بیرون میرود و بر میگردد. یک چایی جلوی دستم میگذارد. بفرمایید، این هم چایی تازه دم. مینشیند و نفسی تازه میکند. یک کپی از بیانیه اول دانشگاه را روبرویم میگذارد و میگوید خب آقای دکتر، اینو شما نوشتید، درسته؟ نه، من ننوشتم. آقای دکتر، بیادبی نباشه. ما اینجا از همه چیز خبر داریم. معلوم از خبر ندارد، چون من ننوشته بودم و میدانستم چه کسانی نوشتند. هرچه اصرار میکند چیزی نمیگویم، فقط انکار میکنم. آقای دکتر، شما این بیانیه رو امضا کردید، محتوایش رو قبول دارید دیگه؟ بله امضا کردم، ولی این بیانیه منتشر نشده. شما دارید قصاص قبل از جنایت میکنید. پس چطوری به دست ما رسیده؟ باید از خودتون بپرسید. اطلاعات خصوصی مردم دست شما چیکار میکنه؟ آقای دکتر، میدونید که این بیانیه خودش سند جرمه. چرا؟ مگر بیانیه دادن جرمه؟ نه جرم نیست، ولی تشویش از خانه عمومی جرمه. چرا گفتید قتل بوده؟ مگر نبوده؟ مگر شما پرونده رو خوندید؟ مگر شما قاضی هستید؟ نه نیستم، ولی چشم و گوش که داریم و مدارک مشهوده. ورق بزرگ و خودکار و یک استامپ روی دسته صندلی هم میگذارد. سوالی که پرسیده را نوشته است. بنویسید لطفا. همین هایی که گفتید رو بنویسید. می نویسم. امضا کنید. می کنم. اثر انگشت بگذارید. می گذارم. تا پایان روز آخر هر روز همین برنامه است. شاید نزدیک به 70 صفحه نوشته باشم با امضا و اثر انگشت. آقای دکتر، اینجا جعبه سیاه جمهوری اسلامی هستش. میدونید این یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما همه چی رو میدونیم. یک حباب شیشه‌ای رو فرض کنید، از بیرون همه چیش معلومه. خب اگر همه چی رو میدونید دیگه حرفی باقی نمیمونه. ما افراد رو همینجوری نمیاریم اینجا تا مدارکمون کامل نباشه، تا از همه چی مطمئن نباشیم. کسی رو بازداشت نمیکنیم. آبروی مردم برای ما مهمه. واژه مردم هم از همان واژه هایی است که حاکمیت از آن بهره برداری سیاسی می کند. بهره برداری حاکمیت از این مفهوم به حدی است که می توان آن را تجاوز نامید. داخل گیومه مردم با اغتشاشگران برخورد خواهند کرد. داخل گیومه مردم پشت نظام خواهند ایستاد. داخل گیومه مردم با ولایتند. مردم، مردم، مردم. اما مردمی که در کوچه و خیابان هستند، نه در رسانه‌های حکومتی، نظر دیگری دارند و حاکمیت را خوب می‌شناسند. مردم همه می‌دانند که این بازرسی‌ها در شهر زیاد شده. هر آن ممکن است به صورت ضربتی تفتیش یا بازداشت بشوند. همه حواسشان هست که گوشی‌ها و وسایل الکترونیکیشان پاک باشد. پاک باشد یعنی اینکه اثری از پیام‌های حساس سیاسی یا ویدیوهای وایرال شده روی گوشی نباشد. من عمدن یک گوشی، یک لپتاپ و چند هارد کاملا پاک با اطلاعات عادی در خانه دم دست گذاشته بودم. اطلاعات کیایی در مورد وسایل شخصی من هم در همان چارچوب است، ولی دوست دارد با پشت سر نشستن و چشم بند زدن مرا در تاریکی نگه داشته و خودش را مسلط بر جعبه سیاه و ناجی من جا بزند. هیچ حرف تازه‌ای ندارد. میگویم
این جعبه سیاهتون این همه فساد و اختلاس و آدمکشی و فقر و ناعدالتی رو هم ببینه یا نه؟ کدوم اختلاس آقای دکتر؟ شما هم روی اخبار اینترنشنال به دام افتادین؟ فرقتون با پیرزنای سرکوچه چیه؟ همین چند روز پیش خبر اختلاس نجومی فولاد اصفهان اومد بیرون، اخبار خودتون منتشرش کرد. همون جور که گفتم ما ناظر به تمامی نقاط تاریک و روشن کل نظام هستیم. اصلا مگر بودجه و درآمد این فولاد چقدر هست که انقدرش رو اختلاس کنند؟ شما که نباید باور کنید، جمهوری اسلامی مظلوم واقع شده آقای دکتر. همین نکته را که میگوید محتوای بحث کل روز من فراهم میشود. آقای دکتر شما حق دارید نقد داشته باشید، ولی جمهوری اسلامی خدمات بسیاری داشته و همه ما سر سفره نظام نشستیم. اینکه سر سفره نظام بشینی و نمکتون بشکنی جفا در حق نظامه. ما از تمام اطراف در فشاریم، تمام دنیا یکی شدن که سر ما رو خم کنند، ولی ما سر خم نکردیم، پیشرفت کردیم. بعد به جای اینکه استاد دانشگاه ما بصیرت داشته باشد و در حمایت از سردار سلیمانی شهدای امنیت اعتراض کنه، با بی بی سی و اینترنشنال هم صدا میشه، سر سفره نظام نشسته و با اختشاشگرها همراه میشه. جواب تک تک جملاتش همزمان در سرم ظاهر می شود، اما گوش می کنم و سعی می کنم هیچ نگویم تا مانور سخنرانیش تمام شود. دانشجوی بی بصیرت اگر گول شبکه های معانس رو بخوره میگیم جوونه، نمی دونه. شما چی؟ نظام این همه در خدمت امثال شما بود تا به این جایگاهی که هستید برسید. حالا که باید پشت نظام باشید اختشاش را می دازید. فکر کردید هر کی به هر کیه؟ حساب کتاب نیست؟ مملکت صاحب نداره؟ عصبانیست و فرصت نفس کشیدن به خودشم نمی دهد. تازه گرم شده است. ادامه می دهد. ما لیست تمام افراد رو داریم. عکس و صدای همه هست. تمام اونایی که بیانیه ها رو امضا کردن از دانشگاه بیرون می کنیم. دانشگاه جای کسیه که لیاقت داشته باشه. طبیعیه وقتی شما میگید قتل، دانشجو هم میاد تمثال مبارک حضرت آقا رو آتیش میزنه و سبزی پلو با ماهی برامون سرو میکنه. کیایی حالت خاصی به خود گرفته، طوری که نمیشود احساس کرد واقعا به چیزایی که میگوید باور ندارد. سیستم امنیتی در ایران فقط رانتی نیست، عقیدتی هم هست، ولی عقیدتی ها عصبی تر و خشن تر میشوند. کیایی تغییر لحن داده اما خشونتی ندارد. شاید تله استادی دستش را بسته باشد. سخنرانیش مفصل و حسابی عصبانی است. کنترلش را از دست داده و بعضی جملاتش را تمام نمی کند. من هم هیچ رد یا تاییدی نمی کنم. خسته شده و می پرسد فکر کردید با تحسن چیزی حل میشه؟ می خواستید چی رو نشون بدید؟ آرام جواب می دهم. سیستم مردم رو معلول کرده و هیچ راهی برای گفتگو در کشور نمونده. اینها همون سیاه نمایی های بی بی سی و اینترنشناله. نه اتفاقا جناب دکتر، از اول انقلاب تا حالا کی شده یه بار اصل 27 قانون اساسی رو اجرا کنین؟ کی به مردم اجازه دادید؟ مردم یا اختشاشگران؟ انگار علاقه دارید هر کسی که مخالف نظر شماست رو اختشاشگر بنامید. میدونید اختشاشگر کیه؟ اختشاشگر اون نیروهای امنیتی بودند که با هماهنگی نهادهای امنیتی وارد دسته‌های دانشجویی شدند و زدند، در و پنجره شکستند، آتیش زدند، سنگ انداختند و فوش‌های رکیک دادند. اینا اعتراضات دانشجویی رو منحرف کردند و خودتون هم میدونید که دانشجو نبودند، از خودتون بودند. حراست خودش اقرار کرد اینو. آقای دکتر سفسطه میکنید. نه جناب دکتر، سفسطه نمی کنم. منو قبول ندارید؟ اقرار معاون سیاسی امنیتی استانداری رو هم رد می کنید؟ همین دو روز پیش اقرار کرد که نیروهای یگان ویژه و ضد شورش سر خود به جان و مال مردم خسارت زدند. خودش گفت با چشم خودم دیدم. لشکر موتور سوارانی که از روی مردم رد می شدن رو چی؟ دیدیم که اونا هم ساختگی هن؟ ما خودمون توی محوطه دانشگاه ساچمه خوردیم، گاز اشک‌آور خوردیم. اون همه دانشجوی معترض که فقط به خاطر شعار دادن بدنهاشون سوراخ سوراخ شد، چشمشون کور شد، همه اختشاشگر بودند.
صدای کیایی بلندتر از من است. احساس می کنم دارد طوری حرف می زند که صدایش به شخص خاصی به جز من هم برسد. جرأت فریاد ندارد، اما بلند بلند صحبت می کند. بعضی وقتا انتظار دارم داد بزند یا با مشت به میز یا پشت من بکوبد، اما به آنجا نمی رسد. احساس می کنم خودش هم احساس ناامنی می کند. نفر دوم وارد می شود و به محض ورود و یک گفتگوی زیر لبی با کیایی با لحنی مطمئن می گوید: آقای دکتر، بریم سر اصل مطلب. ما مدارکی داریم که از انگلیس پول گرفتید و به حساب کسانی واریز کردید. بهتر خودتون بگید با کدام تشکیلات کار می کنید؟ پول ها رو از کجا گرفتید؟ داروی زیادی هم جمع کردید، به کجا وصلید؟ چه توضیحی دارید؟ پایان بخش چهارم.